This is Renan Oster. این رنان آستره. فیلمساز ماجراجو. He'll go anywhere. اون هر جایی میره و هر کاری رو انجام میده برای گرفتن یک شات خوب. هر چیزی که بهای کارش باشه اون تماما میپردازه. حالا اون داره به عمق جنگل میره تا چند تا شات خیلی انگیزاننده از این نفر بگیره. کسی که به عسل میرسه در حالی که از یک صخره آویزون شده 300 متر بالاتر از زمین و زیر هجوم زنبورها. اگر خوب پیش نره جویندگان عسل همراه با رنان آستر. اول از همه با دقت بسته بندی کنید. چرا؟ چون که باتری های خالی مثل بمب به نظر میان. We flew from the US and nobody said anything. It was okay. But you carried it from the US? Yes. Yeah, hand carry through security. Now enjoy the حالا از یک ماشین سواری دو روزه لذت ببرید تا جاده به پایان برسه و بعدش پیاده میریم. 20 مایل دیگه. دو روز دیگه. خلاص شدن از مریضی ارتفاع و دادن آنتراکتی قبل از آخرین مرحله و کشتن یک مرغ برای شانس. هشدار، اینجا زالو داره و خون خواهد اومد. هر زالو میتونه اندازه دو کیسه معمول خون بمکه. بذار در مورد زنبورا صحبت کنیم. نکته جالب، زنبور عسل هیمالیا بزرگترین زنبور عسل در جهانه. دو برابر بزرگتر از زنبور عسل‌های آمریکا. یک چیز دیگه، اگر زنبورها حسابتون رو نرسن، عسلشون ممکنه برسه. این عسل حاوی زهری از یک نوع گله، نوعی ماده مخدر که تأثیر بسیار بدی روی بدن میذاره و در بازار سیاه به قیمت هر 450 گرم 166 دلار فروخته میشه. این فرد در وضعیت بدیه چون نوعی زهر به نام گرایانتوکسین وارد کانال‌های سدیم در سلول‌های بدنش شده و اعصاب ریوی و معدوی اون رو فعال کرده که باعث یک وضعیت تغییر روحی و اوهام میشه، همچنین سرگیجه و حتی عمل نکردن ماهیچه‌های قلب به نام آسیستول ایجاد میشه. سربازان باستان و دشمنان خود رو طوری گول می زدند که از اون بخورن. پامپی کبیر دیگه کسی کنارش نیست. بعد از انتظار طولانی حالا وقت رفتنه. الان زمان انجام اون کاریه که برای انجامش اینجا اومدن. مالیدان برداشت عسل رو از سن 15 سالگی شروع کرد و تا الان 42 ساله که این کار رو میکنه. Okay, we're dropping in. This isn't hard at all. You gotta be kidding me. To go on a bamboo rope ladder is absolutely psychotic. He had like a bamboo vine wrapped around his toe or something. Having like rotation issues. They're smoking the bees out from below. Really hard to see. مردم بومی از این عسل برای مقاصد دارویی استفاده می کنند. حالا اون رو برای ضد عفونی در برابر نیش زنبورها استفاده می کنند. اوضاع چطوره رنان؟ I just got stung in the cheek. Right through the hood. Still cush compared to what Mal A did. Yeah. That was crazy. خب راستی مالی دیگه داره کنار میکشه. پس اگر شما کمی عسل میخواید خودتون باید دست به کار بشید. نگاش کنید واقعا کار سختیه.